وقتی قاتلان ما برای کشتن ما متحدن، چرا ما متحد نباشیم؟ این در واقع تنوع و تکثر داره نشون میده که جمهوری اسلامی داره نفس های آخر رو میکشه. ببین دروغ به ما میگن که این حکومت از بین نمیره. چرا؟ چون این دروغ اعتماد به نفس و امید مردم میگیره. که دانش آموز تو خیابون الان 17 18 ساله تو خیابونه، فکر میکنی معلمای اینا کیان؟ همونایی که کف خیابون اومدن جنبش سراسری معلما رو راه انداختن و ای کاش بیانیهشون رو دیدم که بیانیه دادن. معلما ای کاش بدونن که الان دانش آموز نیاز به کلاس نداره، نیاز به مدرسه نداره، نیاز به توی معلمی داره که بهش درس آزادی خواهی را یاد دادی، درس این که اعتصاب بکنه یاد دادی. و الان هم مدرسه نرن معلم ها، با همین دانش آموزا توی مدرسه دیگهی که اسمش خیابونه و خود تو معلم عزیز یادش دادی، کنار دانش آموزت بیستی تا روزی که دانش آموزت همین حکومت بیاره پایین. داره میاره. باور بکنید این دروغایی که جمهوری اسلامی میگه که امکان نداره. با هیتلر تمام دیکتاتورهای جهان رو ببینین، نمیدونستن که کی میرن. منم الان حتی نمیدونم که واقعا سرکوب میخوان بکنن، چیکار میخوان بکنن، ولی این رو میدونم که این مردمی که الان کف خیابونن تصمیمشون رو گرفتن، فقط نیاز به اعتصابات سراسری دارن. و اون رهبرش کیه؟ معلمایی که اعتصابات سراسری کردن، کارگرایی که اعتصابات سراسری کردن، کارمندا، همه پدر و مادر ها. سر کارتون نریم وقتی بچه هاتون، دخترای مثل دست گلتون، پسرای مثل دست گلتون رو میکشن. رهبرای تغییر خودتونین، کف خیابون بمونید، هم اعتصاب بکنید. خیابون سرمایه شماست و از دست دادنش به نظر من باعث میشه که دشمن کمین کرده این خیابون رو پس بگیره و پیروز بشه. ولی اگر معلم ها کمک بکنن، دانش آموزا کنارشون میمونن با قدرت بیشتر، دانشجوها هم کنارشون میمونن با قدرت بیشتر.